آمریکا در افغانستان خواست واشنگتن در قرارداد امنیتی با کابل. افغانستان تهدید دهشت افغانی بر روسیه، انتقاد پوتین از نبرد جامعه جهانی با تروریسم و هشدار مقام های غزنی به گروه طالبان برای دست کشیدن از قتل افراد ملکی. به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر، امروز پنجشنبه 19 ثور 1392 خورشیدی برابر با 9 می 2013 میلادی به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا در قرارداد امنیتی با افغانستان خواستار داشتن نوپایگاه نظامی در کشور است. رئیس جمهور کرزی میگوید در صورت که آمریکا خواستها و شرایط افغانستان را در متن این قرارداد بپذیرد، افغانستان حاضر است که این سند را امضا کند. آقای کرزی همچنان از تغییر دیدگاه کشورهای عضو ناتو سخن میگوید و میافزاید برخی اعضای ناتو میخواهند که از افغانستان بیرون نشوند. در عین حال رئیس جمهور افغانستان دولت پاکستان هشدار می‌دهد که با وحشت و دهشت افغانی خط دیورند را افغانستان هرگز بر رسمیت نمی‌شناسد. همکارم عبدالقادر مرزایی با جزئیات بیشترین گزارش. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در همایش 80 سالگی ایجاد پوهنتون کابل سخنرانی می کرد، از برخی خواستهای آمریکا در سند قرارداد امنیتی با افغانستان پرده برداشت. رئیس جمهور کرزی می گوید آمریکا در این قرارداد 9 پایگاه در افغانستان می خواهد، اما به گفته وی افغانستان هنگامی با این خواست موافقت می کند که شرایط و خواستهای خودش نیز پذیرفته شود. افغانستان کابل، بگرام، مزار، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شندند او هرات مش موافقو چه دا عدی ورکو مش دودی دا 2014 کال پا آخوا وسیدل پا افغانستان کی رابطه برسر دا افغانستان پا خیر گنو همداشن دا ناتو، همداشن دا اروپا دا خو شرایط مدادی چه امریکا دی دا عمل پراوستو که حدث گرنده که او جردی وگی. آقای کرزی از تغییر در دیدگاه های برخی از کشورهای عضو ناتو در مورد بیرون شدن از افغانستان سخن میگوید و میافزاید شماری از این کشورها میخواهند پس از سال 2014 نیز در افغانستان حضور داشته باشند. اول اینا گفتن که همه ما دا 2014 میری. آن یک یکی من میگه نه نمیری میباشیم ممچن میفهمیم که نمیرن پای محکم کردیم که ما از خود گپ داریم. روابط پاکستان همسایه که امروزه حساسیت های شدید مردم افغانستان را برانگیخته است نیز از محتوای سخنرانی رئیس جمهور کرزی بیرون نبود. هرچند مسئله خط دیورن امروز معضل میان این دو کشور است، آقای کرزی خواستار روابط با پاکستان از یک دهلیز تازه است. پاکستان با تو دوستی میکنیم، روابط متمدن میخوایم. اگر کسی در این منطقه و یا بیرون کوشش کنه که بر منفعت خود در افغانستان و یا منطقه سیاست خارجی افغانستان در یک ساحیش و یا تمامش زیر اثر سیاست خارجی کدام همسایه بیه خیال است و محال است و جنون. اما این بار کنایه حامد کرزی به مقام های پاکستانی خیلی زننده به نظر می رسد. پاکستان بچه ای که باید از تاریخ افغانستان بیشتر بیاموزد. از حکومت و بزرگایشان می خواهیم که افغانستان از چیزی که هستی عظیم در این منطقه است ببینن، نه از بیچارگی که از زمان شوروی سر ما آمد. یک انسان معززه که ملت افغانستان است از روز مشکلش قیاس نکنن اینا، از احتیاج یک ثانیش که محتاج شده یک روز پیش آمد از او قیاس نکو. یک درخت تنومندی ریشدار 5000 سال است. یعنی با او تاریخ و عظمت و ریشه هایش ببین. کهنکار است.
نوجوانان را پترات بازی داده میتونه کهنکار است. ولی چون کهنکار است، مدبر است، بزرگ است، نوجوانان را میخواه برای راست ببره، به خیرش ببره، به فلاح و بهبود زندگیش ببره. پس پاکستان عزیز نوجوان ما با این کهنکار از تجربهش یاد بگیر، با برش را برو که تو را به خیر برسونه. پس از بروز تنش میان کابل اسلام آباد ناشی از تصادمات مرزی میان دو کشور، این دومین بار است که رئیس جمهور افغانستان در برابر حکومت پاکستان واکنش تن نشان می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نبرد نیروهای بین المللی در برابر تروریسم در افغانستان را انتقاد می کند. این مقام نخست روسیه می گوید در حال حاضر حراس افغانان می توانند در بخشهای مختلف افغانستان دست به حملات تخریبی بزنند. پوتین همچنان تحرکات حراس افغانی در افغانستان را تهدید جدی به کشورش می داند و متحدانش می خواهد که مرزهای متوسل با افغانستان را بیشتر تقویت کنند. با نزدیک شدن زمان خروج و پایان روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان، بسهای متفاوت در محافل ملی و بین المللی ابراز می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست شورای امنیت این کشور که اوضاع امنیتی افغانستان را به بررسی گرفته بودند گفته است که آمریکا و نیروهای تحت رهبری ناتو انوز به پیروزی در مبارزه با گروه‌های تروریستی و افراطی دست نیافته است و این گروه‌ها در این اواخر فعال‌تر شدند. نیروهای خارجی عمدتاً توسط نیروهای آمریکایی رهبری میشوند. تا حال نتوانستند در مبارزه علیه تروریسم و گروه‌های افراطگر در افغانستان با پیشرفت لازم دست یابند. دلایل همه نشان می‌دهند که در آینده نزدیک افغانستان شاهد بدتر شدن اوضاع خواهد بود. تروریستان بین المللی و گروه‌های افراطی برنامه‌های خود را برای گسترش بی‌ثباتی پنهان نمی‌کنند و بدون شک آنها تلاش خواهند کرد که فعالیت‌های تخریبی خود را به کشورهای همسایه انتقال بدهند. رئیس جمهوری روسیه همچنان می‌گوید روسیه برای جلوگیری از تهدیدات مرزی از خاک افغانستان سرحداتش را با همکاری متحدان آسیاییش تقویت خواهد کرد. ما نیاز داریم تا نظام امنیتی خود را در منطقه در یک استراتژی مشترک تقویت بخشیم. روسیه باید با اعضای دو متحد امنیتی منطقه‌ای که شامل چین نیز می شود کار مشترک کند. بین المتحدان نظامی افغانستان امواره تاکید کردند که افغانستان را در مبارزه با تروریسم تنها نخواهند گذاشت. وزیر دفاع افغانستان همچنان بدتر جلوه دادن اوضاع امنیتی افغانستان را تبلیغات رسانه‌ای دانسته می گوید. حراس افغانان توان پیکار رو در رو با نیروهای افغان را ندارند. اگر دشمن یک اعلامه میده که ما عملات باری خود را شروع کردیم، یک تبلیغات بیشتر چیزی نیست. دشمن هر لحظه که هر جنایتی که از توان شود دریغ نکرده و دریغ نمی کنه به قتل و کشتار مردم ما. اردوی ملی شما توانمند شده، نیروهای امنیتی تون در مجموع پلیس شما، امنیت ملی. نگرانی از بدتر شدن حوزه امنیتی افغانستان در حال ابراز می شود که قرار است تا دو ماه آینده دور پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان آغاز شود.